منوچهر آتشی، شاعر، روزنامه نگار و مترجم در روز دوم مهر 1310 در شهرستان دشتستان استان بوشهر به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و دوره متوسطه را در بوشهر گذراند و برای گذراندن دوره دانشسرای مقدماتی به شیراز رفت. او از نوجوانی علاقه خود به شعر و ادب را نشان داد و همین استعداد باعث حضورش در نشریات مهم و محافل هنری آن روزها شد. در سال 1333 آموزگار شد و در شهر بوشهر و اطراف آن به تدریس پرداخت. در سال 1339 به دانشسرای عالی تهران وارد شد و در رشته زبان انگلیسی لیسانس گرفت. سپس در دبیرستان‌های قزوین با آموزگاری پرداخت. در پایان سال‌های دبیری به عنوان ویراستار در انتشارات سازمان رادیو و تلویزیون به کار پرداخت و در سال 1359 بازنشسته شد و به بوشهر بازگشت. نخستین مجموعه شعر او با عنوان آهنگ دیگر در سال 1339 در تهران چاپ شد و پس از این دو مجموعه دیگر با نام‌های آواز خاک و دیدار در فلق انتشار یافتند. او در دهه‌های 40، 50 و 60 خورشیدی به سبک نیمایی شعر می‌سرود و در دو دهه آخر عمر به شعر سپید روی آورد. برخی از آثارش عبارتند از آهنگ دیگر 1338، گندم و گیلاس 1371، خلیج و خزر 1380 و ریشه های شب 1384. منوچهر آتشی سرانجام در 29 آبان 1384 پس از سالها تلاش در راه اطلاع هنر و ادب ایران در سن 74 سالگی در تهران درگذشت و در بندر بوشهر به خاک سپرد. Thank you.